خیلی از گردشگران و هموطنان عزیزمون هستن که به این منطقه میان تا از این منطقه لذت ببرن، اما کم کم پا میذارن به رودخانه خاموش اما خروشان کرج‌چالوس و متاسفانه ما سر این مسئله شاهد غرق شدگی های ناگوار بسیاری هستیم. امیدوارم که به تابلوهای شنا ممنوع بیشتر توجه بشه تا ما شاهد کمتر شدن این غرق شدگی ها باشیم. خب جاده چالوس محور کندوان یکی از زیباترین محورهای کشور و همینطور منطقه هست. متاسفانه به دلیل حالا این زیبایی خیلی مواقع پیش میاد که هموطنان عزیز، مسافرین، گردشگران، توریست های عزیز در کنار رودخونه اتراق میکنن و بعضا دیده میشه که غافل میشن از کودکانشون، فرزندانشون و به ناگاه در رودخانه در اصل ورود پیدا میکنن. آب رودخانه چالوس بسیار سرد، بسیار خروشانه. خواهشی که داریم میتونید از این جاده، از مواهب الهی این جاده استفاده بکنید و خطری هم براتون نداشته باشه. در مناطقی که مشخص شده، در جاهایی که در اصل معلوم شده که جاهای ایمن هست، اولا اتراق کنن. به هیچ وجه به درون رودخانه برای شنا، حتی برای اینکه یک لحظه هم باشه، نه خودشون، نه دوستانشون، نه فرزندانشون اجازه بدن برن، چون بالاخره آب رودخانه بسیار خروشانه، آب رودخانه بسیار سرده و در آن واحد ممکنه که اتفاق ناگواری بیفته و این خاطره خوش به خاطره تلخ در اصل تبدیل بکنه. تمامی عزیزان ما در 3 پایگاه مستقر ثابت در جاده چالوس تا محور کندوان همگی این آمادگی رو دارن. تذکرهای لازم داده شده، اداره آب، فا، نیروی انتظامی، اورژانس و تمامی همکاران ما که گروه های امدادی هستن تذکرهای لازم رو دادن. انشاءالله مردم باید رعایت بکنن. بالاخره هوا گرمه و خب ممکنه که این خنکی آب باعثی که فکر کنن میتونن لذتی رو ببرن، ولی واقعا خطرناکه. خواهشم اینه که از مواهب این جاده به گونه دیگه استفاده بکنن. این آب آرام اما خروشان جان خیلی ها رو گرفته. لطفاً هوشیار باشیم و زمانی که برای تفریح به این مکان میایم مراقب فرزندان و خودمون باشید. با ما همراه باشید. شما وقتی برای تفریح به این منطقه میاید آیا تنی هم به آب میزنید؟ والا این آب درسته آروم ملایم به نظر میرسه، ولی زیرش خدا میدونه چه خبره. نه والا من جرئت نمیکنم. دیگه دوبارم تو شمال خواستیم غرق شیم، خودمون رو با زور نجات دادیم. از اون موقع یه والا جرات نمیکنم. نه متاسفانه تا زیر زانوهاشون آب بود، ولی متاسفانه وا شد و اون بنده خدا رو کشید داخلش، حالت فاضلاب طوری کشید داخلش و متاسفانه تا به خودمون برسیم غرق شدیشون. نه هیچ وقت این کارو نکردیم. شاید مثلا خیلی سال پیش یه جاهایی که عمق کم بوده اینا، آره، ولی در مجموع نه، سال هاست این کارو نکردیم. دینا شیریزاده، خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد، جاده چالوس. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت میکنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.